یکمین روز شهریور ماه برابر با 23 اوت، روز بزرگداشت حسین ابن عبدالله معروف به ابو علی سینا و روز پزشک. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن سینا، مشهور به ابو علی سینا، ابن سینا و پور سینا، پزشک و شاعر ایرانی و از مشهورترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان جهان است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی معروف شده است. وی 450 کتاب در زمینه‌های گوناگون نوشته که شمار زیادی از آنها در مورد پزشکی و فلسفه است. جورج سارتن در کتاب تاریخ علم وی را یکی از بزرگترین اندیشمندان و دانشمندان پزشکی در همه زمانها و مکانها و نژادها می‌داند. بو علی سینا که در بلخ به دنیا آمده بود، از خردسالی به فراگیری علوم زمان پرداخت تا اینکه در جوانی علامه دهر گردید. او چنان در علم پیش رفت که از استادانش پیشی گرفت و هنوز 20 ساله نشده بود که به مطالعه علوم فلسفی همت گماشت. سرانجام این دانشمند و فیلسوف در 58 سالگی در همدان درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. سال 1323 خورشیدی برابر با 1944 میلادی، آزادی پاریس از اشغال آلمان‌ها توسط قوای متفقین. 15 ماه پس از فروزان شدن آتش جنگ جهانی دوم، نیروهای آلمان نازی به قصد تصرف فرانسه به این کشور حمله ور شدند و 3 روز بعد نیروهای زرهی آلمان خطوط دفاعی فرانسه را در شمال شرقی این کشور در هم شکسته و وارد خاک فرانسه شدند. در این میان موسولینی نخست وزیر ایتالیا و همپیمان آلمان هم به انگلستان و فرانسه اعلان جنگ داد و فرانسه علاوه بر جبهه شمالی در مرزهای جنوب شرقی خود نیز در معرض تهدید قرار گرفت. در نهایت پاریس تقریبا بدون مقاومت در برابر ارتش آلمان تسلیم شد و فرانسه به مدت بیش از 4 سال تحت اشغال آلمان بود. سال 1369 خورشیدی برابر با 1990 میلادی، در گذشت دکتر پرویز ناطل خانلری، استاد دانشگاه و روزنامه نگار. پرویز ناطل خانلری یکی از چهره‌های برجسته ادبی فارسی، پس از اخذ درجه دکترا در رشته ادبیات فارسی به سمت استادی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران منصوب گردید و علاوه بر تحقیق و تألیف و انتشار مجله علمی و ادبی سخن که خود راهگشای فرهنگ و ادب ایران بود، اشعار نغز و دلنشینی سروده که قسمتی از آن اشعار در کتاب ماه من در مرداب جمع آوری و منتشر گردیده است. تأسیس بنیاد فرهنگ، فرهنگستان ادب و هنر، فرهنگستان زبان، بنیاد شاهنامه، انجمن فلسفه و حکمت و اسناد فرهنگی آسیا از جمله اقدامات خانلری بود که پس از انقلاب در هم ادغام شدند و به نام مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی در آمدند. علاوه بر اینها تاریخ زبان فارسی در 3 جلد، وزن شعر فارسی، زبان و زبانشناسی و دستور زبان فارسی از جمله آثار ناطل خانلری می باشند. پرویز ناطل خانلری سرانجام در 77 سالگی در تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.